در رابطه حلقه فور میخوایم صحبت میکنیم. تا الان در رابطه صحبت کردیم وایل بوده. در رابطه حلقه فور میخوایم صحبت کنیم. حلقه فور به این صورته. فور یه پرانتز میاد. کتابخونه احتیاجی نیست. کتابخونه نمیخواد. فور یه پرانتز میاد. دو تا سمیکالون میاد. اینجا میشه مقدار اولیه. اینجا میشه شرط. اینجا میشه کم. و چی شد؟ مقدار اولیه شرط. نوشتن هر کدوم از اینا اختیاریه. نوشتن هر کدوم. یعنی میتونی هر ستا رو اصلا ننویسی. مقدار اولیه فقط یه بار انجام میشه. بعد میاد شرط رو چک میکنه. اگه شرط درست باشه چیکار میکنه؟ اگه شرط درست باشه دستور انجام میده. اگه شرط درست نباشه دیگه دستور انجام نمیده، از حلقه میاد بیرون. پس اگه شرط درست باشه چی رو انجام میده؟ دستور. بعد که دستور انجام داد میاد گامو اجرا میکنه، دوباره شرط چک میکنه، اگه شرط برقرار بود دوباره دستور، دوباره گام، دوباره شرط، دوباره دستور، گام، شرط، دستور، گام، شرط، دستور، گام، شرط. همینجوری هی که میچرخه، هر وقت به شرط برسه شرطمون فالسشه میپره بیرون. پس پرش بیرون حلقه کجاست؟ زمانی که شرطمون فالس بشه. شما میتونید گامو ننویسید، میتونید شرط رو ننویسید، میتونید مقدار اولیه هم ننویسید، ولی این سمیکالن های اجباری نه رو باید بنویسید. وایل هم فورم مثل وایل، شاید یادم رو توی وایل بگم، اگه بعدش یه سمیکالن قرار بگیره عملا دستور فورمون میشه همون سمیکالنه. تو وایل هم اینجوری اگه بعدش سمیکالن قرار بگیره عملا این دستور فوردی از وایل خارج میشه. اینو در نظر بگیرید، یعنی سمیکالن نباید بذارید. اگه وایل اون قرار دو تا دستور داشته باشه بیشتر یه دونه دستور بشه، از چی استفاده میکنیم؟ از چی استفاده میکنیم؟ اینجا دو تا دستور میذاریم. اوکی؟ سمیکالن ها اگر اینجا شما بعد از وایل و فور و ایف هم همینجوریه، اگه سمیکالن قرار بگیره عملا اون دستور فورتون دیگه برای فور دستوری وجود نداره. یعنی اگه شرط درست باشه سمیکالن اجرا میکنم، تو سمیکالن عملا دستوری نیستش که. اینو گفتم که حواستون باشه چه ایف باشه چه فور باشه چه وایل باشه، برای سمیکالن دیدین وجود داره منظوری هستش. خب حالا نه ارور نمیده به شما، آره فایده اینه. حتی چرا یه جاهای کاربرد داره، یه جاهای مثلا میخواییم معطل بکنیم یه فور میرسی بعدش یه سمیکالن میذاریم. خب حالا یه مثال ساده ببینیم، یه مثال ساده چی میگم؟ میگم مثلا اینت n مساوی 0، یه عدد از کاربر میخونم. چه جه عدد میخونم؟ sin n، درسته؟ اینجا میگم سیاو پلیز اینتر انامبر، یه عدد میخونم. بعد میام میگم که فرض بکنه فور اینتر آی از چند شروع کن؟ از صفر، تا زمانی که آی کوچکتر از چیه؟ اینه آی پلاس پلاس، بیا سیاوت بکن چی رو؟ آی رو. چیه؟ این چکار میکنم فیل میکنیم؟ مثلا میدم ده مومن، میتونیم هم بگیم خط به خط چه اتفاقی افتاد؟ اینمون چنده؟ صفر. میگه عدد وارد کن، عدد من میدم ده، عدد میز داخل این. آیا چند شروع میشه؟ صفر. صفر کوچیکتر از دهه؟ بله. صفر رو چاپ میکنه، آی یه دونه زیاد میشه، میشه یک. یک کوچیکتر از دهه؟ بله. یک رو چاپ میکنه، آی میشه چند؟ دو.
دو کوچکتر از ده دو رو چاپ کنه، همچنین سه تا زمانی که آی میشه ده، ده کوچکتر از ده نم میپره بیرون. حالا شما بیا اینجا به جای پلاس پلاس بنویس پلاس مساوی دو، چه میشه اون وقت؟ اعداد زوج برامون چاپ میکنه، مثلا میدم ده. چرا خود ده رو چاپ نکرد؟ خب الان شما یه برنامه بنویسین اعداد فرد رو براتون چاپ بکنه، یه عدد بگه اعداد فرد رو براتون چاپ بکنه. نیا کنید من میخوام اعداد فرد رو چاپ بکنم، درسته؟ کافی اینه یک بذارم، درست شد؟ مثلا میدم صد، اعداد فرد رو چاپ از یک شروع بکنه اعداد فرد میشه دیگه ها. حالا یه مثالی میخوام یه برنامه بنویسم، یه عدد بگیرم مجموع اعداد فرد تا اون عدد رو محاسبه کنم. حالا قبل از اینکه اینو بنویسیم اینجا رو نگاه کنید بچه ها، من گفتم هر کدوم از اینه اختیاریه، درسته یا نه؟ هر کدوم از اینه اختیاریه. مثلا من اینو از اینجا ور میدارم میندازمش اینجا، اوکی؟ الان زیر فور چند تا دستور وجود داره؟ چون دو تا دستور هست از چی استفاده میکنم؟ این با اون قبلیه یکیه، مثلا اینجا میدم ده میشه اعداد فرد، درسته؟ اینجا ببینید گامش رو چکار کردم اینجوری نمیشه. اینم میتونم از اینجا بردارم بندازمش اینجا، اوکی؟ بچه هم در مورد بریک و کانتینیو صحبت کردیم یا نه؟ نه. مثلا اینجا میدم ده، ببینید چی شد. خب حالا این شرطمون بود دیگه، درسته؟ شرط از اینجا بر میدارم اینم خالی میذارم، اینجا چی میگم؟ اینجا میام میگم که اگر آی بزرگتر از ان شد بریک یعنی چی بچه ها؟ بریک یعنی از حلقه بپر بیرون. اگه آی بزرگتر از این شد چیکار بکن؟ یه دانشجوشو میگو برو استراحت کن، بهش گفتم خیلی بال سنش کم بود، گفتم گفتم به یعنی چی؟ گفت یعنی برو استراحت کن، خیلی بال گفتش. خب یعنی برو استراحت کن، مثلا اینجا میدیم ده، ببینید با اون قبلی یکی شد. دستور بریک هر وقت اجرا بشه از حلقه میپره بیرون. متو بریک چه موقع اینجا بریک میشه؟ زمانی که آیمون اینو رد کرده باشه. هر وقت اینو رد کرده باشه بریک میشه. درسته؟ ببینید پس فوری که من نوشتم هر ستاشو چیکار کردم؟ متو سمیکالونا رو پاک نکردم. ولی خب ببینید اینجوری نوشتن عملاً خوب نیست. میگن اینجوری ننویسه، تا جایی که ممکنه از اون جایگاهش استفاده بکن. گرچه اونجوری هم بنویسین ایرادی هم نداره، فقط به استادتون فحش میدن، درسته؟ چون میگن تا جایی که ممکنه بریک و کانتینیو استفاده نکنن. بریک از حلقه میپره بیرون، کانتینیو میاد شرط رو چک میکنن، هر وقت کانتینیو اجرا بشه میاد شرط حلقه دوباره چک میکنن. خب یه تفاوت اینجا داره، اگه من اینت آی مساوی یک رو بیارم بیرون حلقه بنویسم، فرقش با این چیه؟ یعنی اگه اینجا بنویسم اینت آی مساوی یک، فرقش با این میخوام ببینیم چیه، میخوام ببینیم این دوتا فرقشون چیه. اگه من آی رو اینجا بنویسم بعد این پایین بیام بنویسم بیا سی آت بکن آی رو، اینجا بگم بیا آی رو برای من چکا بکن چاپ بکن، ببینید چه اتفاقی میفته. این پایین یه چیزی گفته، الان چی میگه؟ میگه که I was not declared in this scope، یعنی میگه من I رو نمیشناسم، یعنی I فقط کجا تعریف شده؟ توی محدود است، بیرون محدود تعریف نشده. درسته که اگه اینجوری بنویسیم و اینا از اینجا ورداریم
اون وقت آی بیرون محدوده تعریف شده و اگه بخوام آی رو بعدن چاپ بکنم مقدار آی ببینید چند میشه، اگه من بدم 10 مقدار آی چنده؟ 11 رو برای من داره چاپ میکنه، اون چی که بیرون حلقه داره اتفاق میفته. خب ضمن اینکه گامو مثلا به جای اینکه اینجا بنویسیم بهتر بود همون گامو کجا می آوردیم، همینجا می نویسیم آی پلاس مساوی چی؟ 2. یعنی این اصول چیزی بود که میتونستیم انجام بدیم. بله کلا حلقه نه بلوک، ما میگیم اگه داخل یه بلوک شما تعریف بکنید داخل اون بلوک تعریف شد، بیرون بلوک تعریف نشد. تو وایل هم همین اتفاق فکنم میفته. بله این فور، خب این بلوک داخل فور قرار داره، این با اینا با هم یه بلوک هم. بعد حالا یه مثال میخوام بنویسیم که یه عدد بگیریم، یه عدد بگیریم مجموع عدد فرد تا اون عدد رو میخواییم محاسبه کنیم که میزنیم بعد از استرتون. خوبه؟